سلام بر شما خوش آمدید به این بخش خبری با من فریبا شیرازی همراه باشید با خبرهای امروز اداره بازرگانی شرکت پتروشیمی جمع اعلام کرد در راستای لغو تحریم صادرات پتروشیمی نام 14 شرکت پتروشیمی ایرانی از جمله شرکت پتروشیمی جمع از لیست دفتر کنترل های خارجی وزارت خزانهداری آمریکا حذف شد به گزارش خبرگزاری ایسنا این حسب شامل لغو کلیه محدودیت‌های مالی بیمه‌ای و حمل و نقل است خبرگزاری ایسنا همچنین خبر میدهد شرکت ملی نفت ایران و شرکت پایانه های نفتی ایران نیز از فهرست تحریم ها خارج شدند کاهش تحریم علیه ایران در پی توافقنامه ژنو انجام می شود بر اساس این توافقنامه جمهوری اسلامی ایران اقداماتی داوطلبانه برای رفع نگرانی غرب از طریق کاهش سطح غنیسازی اورانیوم انجام میدهد و غرب نیز از شدت تحریم ها علیه ایران میکاهد یک سایت خبری ترکیه از یافتهای تازه تحقیقات سازمان اطلاعات ترکیه در پرونده رضا زراب خبر داده است. این وبسایت نوشته است رضا زراب پولهای مرتبط با اسفندیار رحیم مشایی را به صورت غیرقانونی وارد ترکیه می کرده است. این سایت همچنین به میزبانی مشایی از خانم ابروگندش همسر رضا زراب در ایران اشاره کرده و گفته است که این خواننده در زمان احمدی نژاد به ایران سفر کرده است. به نوشته این وبسایت منصور ارباب سیار نیز با دو شرکت ترک ارتباط داشته که این دو شرکت از ارباب سیار حمایت مالی کرده و مبلغ 1.5 میلیون دلار به ارباب سیار پرداخت کرده است بر اساس این خبر در تحقیقات سازمان اطلاعات ترکیه مشخص شده است که آن دو شرکت متعلق به رضا زراب بوده است منصور ارباب سیر شهروند ایرانی آمریکایی که در سپتامبر سال 2011 در فرودگاه جانف کندی آمریکا به اتهام دست داشتن در توطئه ترور عادل الجبیر سفیر سعودی در واشنگتن بازداشت محاکمه و به تحمل 25 سال زندان محکوم شد به گزارش خبرگزاری خانه ملت علی لاریجانی رئیس مجلس ایران به وزارت اطلاعات ایران هشدار داد که از برخوردهای به او سخت با مخالفان پرهیز کند و به جای آن از روشهای معقول و سنجیده استفاده کند لاریجانی تاکید کرده استراتژی برخورد سخت شاید زود جواب دهد ولی در دراز مدت آثار سو به دنبال خواهد داشت لاریجانی به اینکه مخالفان چه کسانی هستند و برخورد سخت چگونه برخوردی است اشاره ای نکرده است وزارت اطلاعات ایران و حفاظت اطلاعات سپاه از جمله نهادهای امنیتی بودند که نقش کلیدی در سرکوب اعتراضهای بعد از انتخابات سال 88 و برخورد با معترضین داشتند علی سعیدی نماینده آقای خامنه ای در سپاه در واکنش به اظهارات جان کری وزیر امور خارجه آمریکا گفته است تجربه ثابت کرده است که نبرد نامتوازن با وجود عنصر معنویت به نبردی متوازن تبدیل شده و موجب پیروزی می شود به گفته است اگرچه آمریکا به لحاظ تجهیزات نظامی قوی تر از ماست اما ما جنگ نامتقارن می کنیم و چون موضع حق هستیم پیروز خواهیم شد وزیر خارجه آمریکا با اشاره به توافق هسته ژنو گفته بود اگر جمهوری اسلامی ایران این توافق را کنار بگذارد گزینه نظامی همچنان مد نظر است علی سعیدی نماینده ولی فقیه در سپاه در گفتگوی تفصیلی با خبرگزاری تسنیم وابسته به سپاه درباره توافق ژنو و نیز اظهارات جانکری اظهار نظر کرد وی در پاسخ به این سوال خبرگزاری که پس از توافق ژنو برخی ها اعتقاد دارند که نفوذ ایران کم شده و به مانند قبل با آمریکا مقابله نمی کند گفت ممکن است که دشمن از تبلیغات خود چنین هدفی را دنبال کند که روحی استکبار ایران در منطقه رو به کاهش است ولی قطعا در نگرش رهبری انقلاب و مسئولین نظام این نیست که بخواهند از مواضع اصولی و مبنای عدول و عقب نشینی کنند وی با بیان اینکه عرصه تقابل متفاوت است گفت گاهی مسلحت ایجاد می کند که اهداف را به شکل مذاکره و دیپلماسی پیش ببریم علی سعیدی افسود مسئولین دیپلماسی هوشیار باشند که کوچکترین خدشهای به خطوط قرمز و اصول ما وارد نشود مسئولین ما باید هوشیاری و دقت لازم را داشته باشند تا در حین اینکه اهدافمان را پیش میبریم در عرصه دیپلماسی سعی کنیم کوچکترین خدشهی به خطوط قرمز و اصول ما وارد نشود چرا که ممکن است دشمن به دنبال کاهش نفوذ بین المللی و منطقه ای ایران باشد و مباد و تعامل در عرصه دیپلماسی بر حضور ما در اندیشه ها و افکار عمومی در منطقه لطمه ای وارد کند نماینده ولی فقیه در سپاه در بخش دیگری از سخنان خود و در واکنش به اظهارات جانکری وزیر خارجه آمریکا هم گفت جنگ ما با نظام سلطه و نظام استکبار جنگ نامتقاره نیست اما آن چیزی که جنگ نامتقارن را متوازن می کند و متوازن کرده عنصر معنویت و انگیزه و اراده قوی است عنصر معنویت از نظر قرآن عنصری است که بسیار تاثیرگذار در معادلات نبرد است سعیدی افسود تجربه چندین بار اثبات کرده که نبرد نامتوازن با وجود عنصر معنویت به نبردی متوازن تبدیل شده است اگر معنویت و انگیزه قوی در اصل ماجرا باشد قوی ترین و گسترده ترین سلاح ها هم نمی توانند بر آن فائق آیند اولین تجربه در این زمینه به صدر اسلام برمیگردد که دشمن با اینکه تجهیزات زیادی داشت اما در برابر جبهه حق شکست خورده بود تجربه دوم دفاع مقدس بود آمریکایی ها شوروی به همراه ارتجاع منطقه از صدام حمایت می کردند اما کفه ترازو به نفع ملت ایران تمام شد و این عنصر معنویت بود که نبرد نامتقارن را متوازن کرد محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران هم در واکنش به اظهارات جانکری وزیر خارجه آمریکا نبرد مستقیم با آمریکا را قوی ترین رویارویی مردان مؤمن و انقلابی در سراسر جهان دانسته و گفته بود که تهدیدات شما برای اسلام انقلابی بهترین فرصت است فرمانده سپاه پاسداران در ادامه خطاب به جانکری تهدید کرده بود که چند هزار مسلمان انقلابی که متحد جمهوری اسلامی ایران هستند در سراسر جهان در انتظارند تا شما این گزینه را از روی میز به صحنه عمل بیاورید. همزمان با فرمانده سپاه مرزیه افخم سخنگوی وزارت امور خارجه ایران هم اظهارات جانکری وزیر خارجه آمریکا که در مصاحبه با یک شبکه خبری عربی بیان شده است را شعاری غیر منطقی و غیر دیپلماتیک نامید و از آمریکا خواست میدان بازی تروریست ها را فراخ نکند. همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نیز در واکنش به اظهارات جانکری گفت وقتی آمریکایی ها رجزخانی می کنند ما باید با تقویت بنیه دفاعی کشور آماده تر شویم. اظهارات مقامات جمهوری اسلامی واکنشی است به سخنان جانکری که روز سوم بهمن در مصاحبه با شبکه خبری العربیه در سوئیس بیان شد. وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با اشاره به توافق هسته ژنو گفته بود که اگر جمهوری اسلامی این توافق را کنار بگذارد گزینه نظامی که در دسترس آمریکاست هم آماده است و آنچه که لازم باشد انجام خواهد شد آقای کری افسوده بود بنابراین فکر نمی کنم چنین حالتی چندان طول بکشد و فکر نمی کنم این گزینه عاقلانه ای برای ایران باشد جان کری در ارتباط با توافق ژنو نیز گفته بود که به باور او عربستان سعودی، بحرین، قطر، عمان، ترکیه، مصر، اردن، امارات همگی از زمان پیش از توافق هسته‌ای با ایران از امنیت بیشتری برخوردارند. عدلی منصور رئیس جمهور موقت مصر اعلام کرد انتخابات ریاست جمهوری قبل از انتخابات پارلمانی در سال جاری میلادی برگزار خواهد شد. عبدالفتاح استیسی فرمانده ارتش مصر پیشتر اعلام کرده بود در صورتی که مردم مصر بخواهند خود را برای پست ریاست جمهوری کاندید خواهد کرد. تحلیلگران امور مصر معتقدند ژنرال عبدالفتاح السیسی به زودی از مقام خود استعفا میدهد تا خود را برای انتخابات ریاست جمهوری آماده کند از سوی دیگر عدلی منصور ژنرال عبدالفتاح السیسی وزیر دفاع مصر را که درجه سپه بودی در ارتش را داشت به درجه ارتش بود ارتقا داد گزارش ها حاکی است که امروز شورای عالی نظامی مصر از عبدالفتاح اسیسی خواست تا کاندیداتوری خود را در انتخابات آینده ریاست جمهوری مصر اعلام کند. پس از این اعلام ارتش بود عبدالفتاح اسیسی از مقام خود به عنوان معاون اول نخست وزیر و وزیر دفاع استفاده داد. در همین حال با استقرار نظامیان و نیروهای امنیتی در قاهره آرامش نسبی به این شهر بازگشته است در درگیری های خشونتباری که در سومین سالگرد قیام مردم مصر میان نیروهای چپ و اسلامگرایان وابسته به اخوان المسلمین با نیروهای امنیتی رخ داد حدود 50 نفر کشته شدند در ادامه نارامی ها در اوکراین بخش مطبوعاتی سفارت روسیه در اوکراین در ای اتهام برخی رسانه های اوکراینی مبنی بر اعزام نیروهای پلیس ضد شورش روسی به کیف برای مقابله با معترضان مخالف دولت را تکذیب کرد در رویداد دیگر ولادیمیر سالدو نماینده پارلمان اوکراین از حزب حاکم اعلام کرد رهبران مخالفان دولت پذیرفتند که کنترلی بر تظاهرات معترضان در کیف ندارند در حالی است که فرانک والتر اشتانمایر وزیر امور خارجه آلمان خواستار پرهیز اوکراینی ها از اعمال خشونت و تلاش برای دستیابی به یک راه حل سیاسی برای ناآرامیهای های فزاینده در این کشور شد. پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک های جهان نیز خواستار توقف خشونت ها در اوکراین شده است. در شرایطی که درگیری ها میان معترضان و پلیس در اوکراین ادامه دارد، وزیر دفاع این کشور احتمال دخالت ارتش را رد کرد. اوکراین دستخوش بدترین بحران خود از زمان استقلال این جمهوری از شوروی سابق در سال 1991 شده و درگیری میان تظاهرکنندگان کنندگان و پلیس در کیف و خارج از پایتخت تا کنون سه کشته بر جای گذاشته است. این اعتراضات پس از آن شروع شد که ویکتور یاناکوویچ رئیس جمهوری اوکراین از امضای یک توافق کلیدی با اتحادیه اروپا در ماه نوامبر خودداری کرد و راه راه را برای برقراری مناسبات نزدیکتر با روسیه به جای این اتحادیه برگزید. هزاران خانواده پاکستانی در شمال غرب این کشور به خاطر بیم از اقدام نظامی در حال ترک خانه های خود هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، 1500 خانواده که جمعیت آنها به حدود 13 هزار میرسد، شهرهای میرعلی و میرانشاه در استان وزیرستان را ترک کرده و در حال پناه بردن به مناطق امن هستند. بمباران این مناطق توسط جت‌های ارتش پاکستان در طول هفته گذشته بعد از آنکه صد نیروی ارتش پاکستان در حملات طالبان کشته شدند موجب شد تا مردم برای در امان ماندن از اقدام نظامی احتمالی ارتش پاکستان علیه گروه طالبان این مناطق را ترک کنند اکبر هاشمی رفسنجانی علی اکبر ولایتی و یک عضو تیم مذاکره کننده ای ایران تصریح کردند مذاکرات هسته‌ای با تایید رهبر جمهوری اسلامی انجام می شود. دولت حسن روحانی در مورد امضا و اجرای توافق ژنو با انتقادهایی از سوی برخی از اصولگرایان و به ویژه اعضای جبهه پایداری روبروست که آنها میگویند رهبر جمهوری اسلامی ایران با روند مذاکرات هسته‌ای مخالف است یک روز پس از اعلام توقف قنیسازی 20 درصدی اورانیوم در ایران و آغاز کاهش تحریم ها علیه ایران برخی رسانه ها و چهره اصولگر اصولگرا با آن تسلیت گفته و این توافق را نامتوازن خواندند اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مسلحت گفته است علی خامنه ای قبل و بعد از مذاکرات هسته ایران و گروه پنج به علاوه یک تیم مذاکره کننده و اقدامات آنها را تایید کرده است به گزارش روابط عمومی و تبلیغات مجمع تشخیص مسلحت نظام اکبر هاشمی رفسنجانی که در دیدار اعضای هیئت مؤسس شورای مرکزی و جمعی از فعالین مجمع اسلامی مدافعان عدالت صحبت میکرد اصرار بر القای شکست تیم دیپلماسی در مذاکرات هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک را مستاق نگاه سیاسی و جناهی به منافع ملی خوانده است رئیس مجمع تشخیص مسلحت گفته است رهبری نظام هم قبل و هم بعد از مذاکرات تیم دیپلماسی و کارهایشان را تایید کردند ولی گروهی که اتفاقا ادعای پیروی از ولایت دارند هر روز برای معیوز کردن مردم تلاش می کنند. هاشمی همچنین در ادامه با اشاره به شرایط سیاسی و اقتصادی جامعه در دوران دولت یازدهم گفت موفقیت های دولت بر اساس پشتوانه های مردمی است وگرنه مانع تراشی ها حتی منافع ملی را در نظر نمی‌گیرند.» چه برسد به اینکه از دولت حمایت کنند در همین حال علی اکبر ولایتی مشاور رهبری ایران در امور بین الملل هم در خصوص تیم مذاکره کننده هسته‌ای گفت دیپلمات‌های هسته‌ای ما در دور گذشته کارایی خود را نشان داده و در مسیر تعیین شده توسط رهبر ایران و صلاح جمهوری اسلامی ایران گام برداشتند بنابراین باید به آنها مجال داده شود مشاور رهبر ایران در امور بین الملل اضافه کرده است به کسانی که در صحنه هستند و دیپلماتهای های مذاکره کننده باید مجال داده شود تا بتوانند سیاست های جمهوری اسلامی ایران را که مبانی آن توسط مقام معظم رهبری مشخص شده در حوزه هستهای و مذاکرات پیچیده و حساسی که در پیش داریم جلو ببرند. وی اضافه کرده است سایران هم از آن حمایت کنند چرا که بدون تردید مذاکره کنندگان در حوزه هستهای نشان دادند به چارچوب تعیین شده در نظام جمهوری اسلامی ایران در رابطه با حفظ حقوق هسته جمهوری اسلامی ایران پایبند بوده و باید ما آرزو کنیم که این همکاران ما که کارایی خود را در عرصه های سیاسی نشان دادند به امید خدا مانند گذشته در مسیر درست و منافع جمهوری اسلامی ایران گام بردارند. پیشتر یکی از نمایندگان اصولگرای مجلس و عضو جبهه پایداری گفته بود که شماری از مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی از جمله علی اکبر ولایتی در مخالفت با توافق ژنو به رهبر جمهوری اسلامی نامه نوشتند علی اکبر ولایتی روز گذشته در گفتگو با خبرگزاری های ایران خبر نوشتن نامه در انتقاد از توافق ژنو را تایید نکرده و گفته بود بنده از این نامه اطلاعی ندارم علی اکبر ولایتی از منتقدان سیاست ای ایران در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد بود وی در یکی از مناظره های تلویزیونی در جریان یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری به شدت از رویکرد هسته‌ای دولت دهم ده انتقاد کرد. از سوی دیگر یک عضو تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی هم تاکید کرده که هیئت ایرانی خود را موظف به حرکت در ساختارهای تعیین شده در نظام تصمیم گیری کشور میداند. به گفته حمید بعیدی نژاد مدیر کل سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه نسبت به پیشبرد مذاکرات رویه سازماندهی شده وجود دارد که مسئولان پرونده هسته‌ای با آن به طور کامل پایبند هستند و نهادهای مرتبط هم در جریان جزئیات امر قرار دارند. بعید نژاد که ریاست دبیرخانه اجرای توافقنامه ژنو را بر عهده دارد بر این نظر است که تیم مذاکره کننده ایران نباید برای اثبات اقدامات خود دائم از علی خامنه‌ای هزینه کند. او همزمان تصریح کرده که نتیجه مذاکرات در مراحل مختلف به مقامات عالی رتبه نظام از جمله علی خامنه ای گزارش داده می شود. وی گفته است این آیت الله خامنه ای هستند که تصمیم می گیرند در چه مرحله چه نکات و مواردی را به نهادهای زیربط منتقل کنند که به تیم مذاکره کننده برسد. جمهوری اسلامی و کشورهای پنج به علاوه یک در ماه نوامبر سال 2013 به توافق شش ماهه برای حل مناقشه برنامه هسته‌ای این کشور دست یافتند. این توافق در حالی از هفته گذشته به اجرا گذاشته شده است که در داخل ایران مخالفتهایی را در پی داشته است. عدم موزگیری روشن رهبر جمهوری اسلامی در مورد تحولات اخیر قضاوت در مورد ادعاهای جناهای مختلف را دشوار می کند. البته رهبر جمهوری اسلامی تا کنون یک بار به سراحت از تیم هسته‌ای ایران دفاع کرده است افزون بر این ناظران معتقدند که در مورد مسائل کلان در نظام جمهوری اسلامی از جمله پرونده هسته‌ای ای تصمیمگیری همواره زیر نظر شخص علی خامنه ای صورت می‌گیرد علی اکبر ولایتی نیز پیش از این آقای خامنه ای را تصمیم گیر اصلی در پرونده هسته‌ای دانسته بود بیش از 770 روزنامه نگار ایرانی در نامهای به حسن روحانی از به خواستند که شرایط ادامه فعالیت مجدد انجمن سنفی روزنامه نگاران را فراهم آورد. انجمن سنفی روزنامه نگاران ایران پیشتر از سوی دولت محمود احمدی نژاد فاقد شرایط لازم برای فعالیت دانسته شده بود و دفتر این انجمن در سال 83 با حکم دادستانی پلم شده بود حسن روحانی پیشتر از تلاش دولتش برای بازگشایی مجدد این انجمن گفته بود مستان بختیاری و جزئیات بیشتر یکی از وعده های آقای حسن روحانی پس از پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری در ایران تلاش برای بازگشایی مجدد انجمن سنفی روزنامه نگاران بود اما حدود 6 ماه از روی کار آمدن دولت جدید در ایران میگذره ولی متاسفانه هنوز این انجمن نتونسته فعالیت مجدد خودش رو آغاز بکنه مضاف بر دفتر این انجمن بیش از چهار سال پس که به حکم دادستانی پلم شده انجمن سنفی روزنامه نگاران بعد از روی کار آمدن دولت آقای محمد خاتمی در ایران ایجاد شد به ثبت رسمی رسید اگرچه در اون سالها کم و بیش مشکلاتی رو داشت به ویژه بعد از بسته شدن دست جمعی روزنامه ها ولی کماکان به فعالیت خودش ادامه میداد ولی به یکباره بعد از وقایع سال 88 دفتر این انجمن به حکم دادستانی و قاضی سعید مرتزوی پلوم شد و بیش از چهار سال هستش که این انجمن نتونست فعالیت مجدد خودش رو آغاز بکنه وقتی آقای حسن روحانی در انتخابات ریاست جمهوری پیروز شد به ویژه در اولین نشسته خبری خودش وعده داد که این انجمن مجدداً بتونه فعالیت خودش رو آغاز بکنه امید زیادی رو در دل, در دل اعضای این انجمن به وجود آورد به ویژه بعد از بازگشایی مجدد خانه سینما اعضای انجمن سمپی روزنامه نگاران هم امیدشون دو شد مگر اینکه این, این انجمن هم مانند خانه سینما مجددم بتونه به فعالیت خودش ادامه ولی متأسفانه اتفاق نمیافته. یکی از مشکلاتی که در این زمینه وجود داره مخالفت قوه قضایی با ادامه فعالیت انجمن صنفی روزنامه نگاران هستش قوه قضایی اعتقاد داره اگر این انجمن میخواد مجددا فعالیت خودش رو ادامه بده باید هم اعضای اون و هم اساسنامه اون تغییر بکن به زبان ساده تر انجمن صنفی روزنامه نگاران در ایران در شرایط فعلی با وجود اعضای کنونی و اساسنامه کنونی امکان فعالیت نخواهد داشت چرا که قوه قضایی اعتقاد داره که این انجمن در جریان رویدادهای سال 88 فعالیتاش بیشتر روی کرده سیاسی رو داشت با وجود چنین شرایطی و عدم تحقق و وعده های آقای حسن روحانی در این باره روز گذشته بالا بار 770 روزنامه نگار ایرانی که یک نامه سرگشاده با آقای حسن روحانی ازشون خواستند که به وعده های خودش در این زمینه جامعه عمل بپوشونه و تلاش بکنه که هرچه سریعتر انجمن سنفی روزنامه نگاران مجددا آغاز به کار بکنه اما خب با وجود چنین شرایطی ما میدونیم که وضعیت روزنامه نگاران در ایران در طی چند سال گذشته بسیار وخیم بوده از جمله در همین یکی دو ماه گذشته شاهد بودیم که کمیته بین دفاع از روزنامه نگاران آخرین گزارش سالانه خودش رو منتشر میکنه و یک بار دیگه از ایران در بین پنج کشور در کنار چهار کشور دیگه به عنوان کشورهایی یاد میکنه که بزرگترین زندان در جهان برای روزنامه نگاران هستن با وجود چنین شرایطی که ما میدونیم بیش از 35 روزنامه نگار ایرانی هنوز در زندان هستن و دوران طولانی مدت زندان خودشون رو سپری میکنن به نظر میرسه نامه 770 نگار ایرانی با آقای حسن روحانی شاید یکی از آخرین تلاش های انجمن سنفی روزنامه روزنامه‌نگاران باشه برای بازگشایی مجدد این انجمن در شرایط فعلی در حالی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در تلاش است چهره جدیدی از جمهوری اسلامی به جهانیان ارائه کند و بتواند با دیپلماسی لبخند سرمایه گذاران را به ایران دعوت کند نقض حقوق بشر در ایران از جمله شمار اعدامها افزایش چشمگیری یافته است سازمان عفو بین الملل در آخرین گزارش خود ضمن انتقاد از شمار اعدام و شکنجه زندانیان در ایران گفته بود مقام های جمهوری اسلامی همچنان به اعمال محدودیت های شدید علیه آزادی بیان و مذهب ادامه میدهند. بر اساس گزارش ها تعداد زیادی از معمولین زندان رجای شهر با حمله به بند زندانیان سیاسی این زندان اقدام به بازرسی و تفتیش زندان کردند. به گزارش وبسایت کلمه این معمورین برای این کار زندانیان را در سالونی حبس کردند که زندانیان سیاسی رجای شهر با سردادن شعار نسبت به این اقدام اعتراض می کنند. به نوشته این سایت نزدیک به میر حسین موسوی که ارتباطاتی با زندانهای ایران دارد در روزهای اخیر سختگیری در زندانها بیش از حد معمول شده و حتی رئیس جدید بند سیاسی رجای شهر هم اقدام به پلمب کتابخانه این بند کرده است این کتابخانه با کتابهای خود زندانیان تجهیز شده بود اما رئیس جدید بند اجازه استفاده از این کتابها را نمیدهد در رویدادی دیگر مرتبط با وضعیت حقوق بشر در ایران سید علی اصغر قروی در مصاحبه با روز آنلاین میگوید که هدفش از نوشتن مقاله امام پیشوای سیاسی یا الگوی ایمانی که منجر به توقیف روزنامه بهار و بازداشت او شد گشودن منفذی برای راه یافتن به رفع اختلافات شیعه و سنی بوده است که به گفته وی همکنون موجبات بروز تعصبات کور و آتش افروزی ها و کشدارهای دلخراش و ویرانی های تباهی ساز را فراهم آورده است آقای غروی همچنین روایت خود از زندان را هم منتشر کرده و گفته است اتهاماتی که بر من وارد شد عبارت بود از نشر مطالب خلاف واقع نشر مطالب خلاف قانون اساسی و نشر مطالب خلاف عقاید عامه که البته هیچ یک از این اتهامات از فهوای مقاله مورد بحث قابل اثبات نیست در زندان چند جلسه بر اساس همین اتهامات بازجویی شدند و رفتارم در زندان با همه متهمان که بیشتر حاملان مواد مخدر بودند معدبانه بود من مدت 63 روز بازداشت خود را در اتاقهای دو نفره و چند نفره گذراندم که اتاق چند نفره بسیار سرد بود نکته بسیار جالب که در بازداشت اخیر این جانب اتفاق افتاد این بود که صبح روزی که میخواستن مرا از زندان اسفان به تهران منتقل کنند به انتهای گورستان اسفان باغ رزوان بردن که به قول مشهور قو نمیپرد گمان بردم میخواهند مرا زنده بگور کنند اما در کنار قطعه که دو سه قبر کنده و آماده بود جابجایی صورت گرفت و از اتومبیلی به اتومبیل دیگر منتقل شدند البته پرسیدم که آیا میخواهند مرا زنده بگور کنند گفتند چنین تصمیمی ندارند و پس از آن مجددا به داخل شهر اصفهان بازگشتند و سپس راه تهران را پیش گرفتند سید علی غروی عضو شورای مرکزی نهزت آزادی ایران و مسئول شاخه اصفهان این تشکل سیاسی است او 19 آبان ماه پس از احزار به دادگاه انقلاب در شهر اسفان بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. در همین حال مهدی خزعلی مدیر مؤسسه انتشاراتی حیان هم در نامی به محمود علوی وزیر اطلاعات دولت حسن روحانی از او خواسته است به فعالیت عوامل خودسر در این وزارتخانه پایان دهد. آقای خزعلی در نامش که در سایت کلمه چاپ شده گفته است عناصر خودسر معلوم الحال باز هم در اطراف موسسه و منزل ما پرسه میزنند و آرامش و امنیت را از ما رو بودن. قوه هم اظهار بی اطلاعی می کنن. مهدی خزعلی که در دوره محمود احمدی نژاد مدتی را در زندان و اعتصاب قضا گذران با توصیف اذیت و آزار خود توسط بازجویش از وزیر اطلاعات خواسته است دستور دهد به مسئله فعالیت عناصر خودسر به طور عاجل رسیدگی شود. نقض حقوق بشر همزمان با دیپلماسی لبخند حسن روحانی تشدید شده که دیدبان حقوق بشر در گزارش سالانه خود در پایان سال 2013 گفت اعدامها در جمهوری اسلامی با شتاب بیشتری ادامه یافته است این گزارش افزوده بود اگرچه در پی انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران دهها تن از فعالان حقوق بشر و چهره سیاسی مخالف از زندان ها آزاد شدند ولی جمعی دیگر به اتهام ارتباط با احزاب مخالفی که فعالیتشان ممنوع اعلام شده و نیز رهبران اتحادی های کارگری و گروه های دانشجویی همچنان در حبس هستند و دهها تن از استادان و دانشجویان هم به خاطر فعالیت های سیاسی در سالهای گذشته از تدریس و تحصیل باز ماندند و نقض حقوق زنان و اقلیت نیز ادامه یافته است. نشست ژنو دو برای دستیابی به بر راه برای خاتمه جنگ داخلی در سوریه همچنان ادامه دارد. اخسر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه با اعلام اینکه مذاکرات به کندی پیش می رود گفته است دولت سوریه پذیرفته است که زنان و کودکان بتوانند از شهر همس خارج شوند. در دیگر مرتبط با سوریه علی ربیعی وزیر کار ایران گفته است جمهوری اسلامی به سوریه دارو میفرستد علی ربیعی وزیر تعاون کار و امور اجتماعی ایران روز گذشته با خانم کندا الشمات وزیر کار و امور اجتماعی سوریه دیدار کرد خانم شمات برای ملاقات با شماری از مسئولان ایرانی به تهران سفر کرده است آقای ربی در این دیدار ابراز امیدواری کرده است که ایران بتواند کمک هایی در زمینه های مختلف در اختیار سوریه بگذارد او گفته است با توجه به اینکه چهل درصد شرکت های تولید دارو در ایران تحت پوشش وزارت کار قرار دارند این وزارتخانه می کمکهای کمک دارویی به مردم سوریه عرضه کند وزیر کار ایران همچنین گفته است که هلال احمر ایران بسته حمایتی در اختیار سوریه قرار خواهد داد آقای ربیعی همچنین گفته است ایران تجارب خود در زمینه صنایع فولاد و پتروشیمی را در اختیار سوریه خواهد گذاشت در همین راستا مذاکرات نمایندگان دولت سوریه با ائتلاف مخالفان اسد موسوم به ژنو دو روز سومش را هم بدون نتیجه پایان داد بر اساس گزارش خبرگزاری رویترز گفته می شود که این مذاکرات تا کنون هیچ دستاورد قابل ذکری نداشته است رویترز نوشته است شواهد نشان میدهد این مذاکرات از این پس هم با همین شرایط تا پایین هفته ادامه خواهد یافت به نوشته رویترز این امیدواری وجود دارد تا برخی تغییرات موجب شود که ادامه گفتگوها در مرحله دوم که ده روز پس از مرحله اول آغاز می شود با دستاوردهایی همراه شود در همین حال اخزر ابراهیمی نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه گفته است که دولت سوریه پذیرفته است که زنان و کودکان بتوانند فورا از مناطق تحت محاصره در مرکز شهر هومز خارج شوند. آقای ابراهیمی که در کنفرانس خبری در سومین روز از مذاکرات نمایندگان حکومت سوریه و مخالفان در ژنو صحبت می کرد گفت که حکومت سوریه همچنین از مخالفان خواسته اسامی دیگر شهروندانی را که خواستار خروج از محاصره در هومس هستند را ارائه کنند. نماینده سازمان ملل متحد و اتحادیه عرب در امور سوریه تصریح کرد آنها اسامی شهروندان را میخواهند تا مطمئن شوند آنها افراد مسلح نیستند منطقه قدیمی در مرکز شهر همس از ماه جوان سال 2012 در محاصره شدید نیروهای حکومت بشار اسد است. به دلیل همین محاصره شدید، هزاران نفر در این منطقه از کمبود مواد غذایی و دارویی به شدت رنج میبرند. نمایندگان دولت سوریه و مخالفان حکومت بشار اسد روز شنبه برای نخستین بار به طور مستقیم و رو در رو دیدار کردند. مذاکرات نمایندگان دولت سوریه و مخالفان در چارچوب مذاکرات ژنو دو انجام می شود که هدف آن پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه است. ناآرامی هایی که تاکنون 130 هزار کشته بر جای گذاشته است. کنفرانس ژنو دو برای حل بحران سوریه از صبح چهارشنبه دوم بهمن آغاز شده است. <applause> کلیت تبصره هدفمندی یارانه ها برای اجرای فاز دوم این تر در جلسه شب گذشته کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب اعضای این کمیسیون رسید. حسین علی حاجی عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفتگو با خبرگزاری مهر گفت دولت قصد دارد درآمد 63 هزار میلیارد تومانی را از محل اجرای قانون هدفمندی یارانه ها به دست آورد اما به مجلس اعلام نمی کند که بر چه مبنایی می خواهد این افزایش قیمت ها را اعمال کند. تبصره هدفمندی یارانه ها روز گذشته علیرغم رقم مخالفت برخی نمایندگان به دلیل عدم امضای آن توسط رئیس جمهور از سوی مجلس اعلام وصول شد. بر اساس این تبصره دولت درآمد اومد 63 هزار میلیارد را از محل هدفمندی یارانه ها برای سال 93 بینی کرده که نسبت به درآمد محقق شده ی هدفمندی در سال گذشته دو و نیم برابر افزایش یافته است. برخی نمایندگان معتقدند این موضوع موجب افزایش 88 درصدی قیمت حامل های انرژی خواهد شد. وزیر بهداشت ایران نگوید وضعیت اورژانس ایران بسیار بد است. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت بهداشت سید حسن قاضیزادی هاشمی گفته است ما در حال حاضر امداد هوایی و دریایی نداریم و در مناطق محروم و جاده های فرعی هیچ پوششی از نظر خدمت رسانی وجود ندارد و امکانات موجود بسیار فرسوده است. در این راستا بر اساس برآورد صورت گرفته برای ترمیم سامانه بین جاده ای و داخل شهری نیاز به 280 میلیارد تومان اعتبار است و در مجموع اورژانس کشور به 600 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد. آقای قاضیزاده هاشمی گفته است این پیشنهاد به سازمان برنامه و بودجه داده شده اما مورد تایید قرار نگرفت و کمیسیون تلفیق نیز نظر مثبتی بر آن نداشت. و در پایان گفته است که مشکلات مردم در حوزه بهداشت و درمان در صورت تخصیص نیافتن اعتبارات هدفمندی یارانه ها به حوزه سلامت حل نخواهد شد. رئیس پلیس تهران از دستگیری گرداننده صفحه ای در فیسبوک خبر داد که به گفته ای او اقدام به معرفی عرازل و اوباش میکرد. به گزارش خبرگزاری مهر حسین ساجدینیا گفت پلیس فتا پس از اعلام گزارش مرتبط با فعالیت این صفحه در فیسبوک این صفحه را حک و گردانندگانش را شناسایی و دستگیر کرد فرماندهی پلیس تهران همچنین از بازداشت 88 تن از کسانی که آنها را ارازل و اوباش سابقه دار در تهران معرفی کرد خبر داده است حجت الاسلام علی رضا سلیمی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس ایران روز دوشنبه در گفتگو با خبرگزاری ایلنا از طرح مسئله آموزش زبان قومیت ها در ایران انتقاد کرده و گفته است آموزش زبان قومیت ها از مسائل مهم کشور نیست. اشاره وی به اصل 15 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است که در آن تصریح شده زبان و خط رسمی و مشترک مردم ایران فارسی است. اسناد و مکاتبات و متون رسمی و کتب درسی باید با این زبان و خط باشد ولی استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس در کنار زبان فارسی آزاد است با این خبر به پایان این مجموعه خبری میرسیم ممنون که با ما همراه هستید از طرف خودم و گروه خبر شب و روز خوبی را برایتان آرزو میکنم خدا نگهدار